سلام، یکی از سوالاتی که مطرحه این هستش که چی میشه آقایون جذب خانم های متأهل میشن در حالی که میتونن خیلی راحت برن روابط دیگه رو با خانم های دیگه ایجاد کنن. خب دلیل بسیار متفاوتی داره برای این سوال که اینجا من میتونم فقط به یکی از دلایل مهم روانشناختیش بپردازم. اون هم نیاز به حس برنده شدن و قهرمانی در مردان هست که در از کودکی با اونها همراه تا پایان عمر، بسیار هم نیاز عالی هست که حتی یک جامعه نیاز داره به این حس قهرمانی و برنده شدن مردان. منتها چی میشه که این نیاز به شکل طبیعی برآورده نمیشه و از حالت نرمال و طبیعی خودش خارج میشه و دردسرساز میشه برای اون آقا؟ زمانی که این آقا در کودکی مورد مقایسه شدن، سرزنش شدن، تنبیهات بیجا قرار میگیره، دائما سرخورده میشه، دائما این حس بهش القا میشه که تو بازنده‌ای، تو بلد نیستی، تو ناتوانی، تو کوچیکی، تو حقیری. وقتی که دائما اینها بهش القا میشه، یا اینکه توقعات خیلی بیجا ازش دارن، این کارو بعد انجام بدی، این کارو بعد انجام بدی، اینا رو نباید انجام بدی، اینا رو نباید انجام بدی، و خب مسلما یک کودک نمیتونه از پس تمام این باید نباید ها بر بیاد و حتما بازنده میشه و اون حس نه تنها ارضا نمیشه بلکه حس مقابلش، یعنی حس بازنده شدن درش دائما تلقین میشه. و یا زمانی که این پسر پدر مقتدری که پذیرنده باشه، یعنی اون رو بپذیره، بتونه باهاش ارتباط برقرار کنه، رو در کنارش نداشته باشه که باهاش همانندسازی درست انجام بده، در بزرگسالی سراغ روابطی میره که اونها خانم های سالمی نیستن، چون زن سالم که هیچ وقت به همسرش خیانت نمی کنه. بنابراین میرن سراغ خانم هایی که بتونه دو نیاز رو در اونها برآورده کنه. یک، نیاز به هیجان طلبیشون رو، چون همونطور که میدونید ارتباط با زن متأهل در هیچ جامعه‌ای، در هیچ فرهنگی، در هیچ سنتی، در هیچ مذهبی اجازه داده بهش نشده. در تمام اینایی که گفتیم منع وجود داره. هر چیزی هم که منع انقدر زیادی وجود داره، مسلما هیجان خیلی زیادی هم پشتش هست. پس بنابراین نیاز به هیجان طلبی رو که تعادل هیجانیشون به هم خورده رو ارضا میکنه. نیاز به برنده شدن رو چجوری ارضا میکنه؟ یه جور حس رقابت پنهانی با همسر این خانم، یعنی در لحظاتی که با این خانم سفری میکنه، حتی به شکل یک صحبت و مکالمه کوتاه، این حس به شکل مصنوعی بهش القا میشه که این خانم من رو به همسرش ترجیح داد، من برنده شدم، من تونستم که این زن رو به دست بیارم. هرچند که به شکل مصنوعیه، ولی انقدر این نیاز درش پررنگ هست که باز همین رابطه رو ادامه میده، به عشق میرسونه و مراحل دیگه. مسلما کسی که چنین رابطه معیوبی رو برای خودش انتخاب میکنه، نیاز به روان درمانی داره و نمیشه توی کلیپ 2-3 دقیقه‌ای راهکار یا درمانی رو ارائه داد. امیدوارم اگر شما مبتلا هستید، چه خانومی که دارید به همسرتون در واقع خیانت میکنید، چه آقایی که با یک خانم متأهل در رابطه هستید، امیدوارم برای درمانتون اقدام کنید. مرسی از توجه همیشگیتون. خدا نگهدار.